29 اردیبهشت ماه 1396 خورشیدی و 19 می 2017 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به انتخابات ریاست جمهوری و آینده انتخابات. پرده آخر هم سر جاش. قبل از شروع برنامه به روال معمول برنامه‌های صدای آمریکا موظفم عرض کنم خدمتتون که نظر مهمانان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. و اما تقدیمی این هفته به عباس آخوندی وزیر مسکن. با سلام خدمت آقای فلاحتی عزیز، اینم از وضعیت مسکن مهرای بجنورد بعد از زلزله به قول خودشون 5.5 ریشتری. نه کسی جواب میده، نه کسی کاری میکنه. نه کسی اومده بازدید. نمیگه الان این مردم چیکار کنن، کسی که تمام پولش و زندگیشو داده یکی از این واحدا بشینه. این همه تبلیغات هم کردن برای مسکن مهر. با تشکر از صفحه آخر. اجازه بدید که مستقیم بریم خدمت مهمانان محترم امشب صفحه آخر. آقای ابوالحسن بنی سعد نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران، آقای فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و نویسنده و آقای قاسم شعله سعدی حقوقدان و نامزد رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری 96. درود بر هر سه بزرگوار که در برنامه امشب صفحه آخر شرکت کردین. اجازه بفرمایید پرسش اول رو از آقای بنی صدر بپرسم. آقای دکتر، در بین رئیس جمهورهای قبلی شما عملاً با رهبر جمهوری اسلامی، رهبر وقت آقای خمینی رو در رو شدین، چون انتظار داشت که شما فقط کارگزار او باشید و خب اطرافیانی هم داشت که بارها و بارها در این باره صحبت کردیم. آقای محمد خاتمی هم به اعتراض یک بار گفت رئیس جمهور تدارکات چیست در این نظام. پرسش هم این است که اگر رئیس جمهور فقط مجری فرمان رهبر است و در واقع خودش هیچ کار است، پس این همه نمایش مناظره ها و اصلا خود انتخابات برای چیست و میلیون ها آدم برای چی میرن، به چی رای میدن؟ خواهش میکنم بفرمایید. بله، عرض کنم به شما به علت وجود دو عامل. یک عامل ترس، چون اینا که الان امروز رفتن و رأی دادن، اینها به حقوق خودشون که رأی ندادن، چون حق حاکمیت که ندارن، این رو آقای خامنه‌ای قصد کرده، او میگوید ولایت مطلقه با اوست. اینا برای اینکه ترس دارند، یکی ترس خارجی، تشدید تحریم ها. آقای ترامپ دو تا علامت داد به این انتخابات، به انتخاب کنندگان امروز. یکی تعلیق تحریم های مربوط به اتم، این امتیاز به آقای روحانی. یکی تشدید به تحریم ها در آنچه مربوط می شود به موشک، یعنی تهدید این طرف مقابل که هرگاه مهندسی بکنن این انتخابات رو، تحریم ها تشدید خواهد شد. پس یه ترس اینه. آقای روحانی هم این ترس گفت اگر او نشود تحریم ها تشدید میشه، حتی جنگ رو هم گفت، ایران ممکنه گرفتار جنگ بشه. پس یه ترس اینه. یه ترس دیگه این است که آقا ایران رو، مردم ایران رو، این آقای خامنه ای به گروگان گرفته. یک قاتل تاریخی رو آورده به عنوان نامزد، میگه شما مردم ایران یا میاد پای صندوق رأی میدید و من میدونم به دنیا میگم که این مردم پشتیبان ولایت مطلقه فقیه هم، یا من این قاتل رو میکنم رئیس جمهور شما. این دو تا ترس. اما در این حال یک عامل دیگه هم وجود داره. اگر توجه بکنید حوزه به اصطلاح انتخابات تغییر کرده. اون حوزه سابق الان دیگه نیست. الان این حوزه دموکراسی،
عرض کنم به شما حقوق بشر، حقوق شهروندی، اینها شده حوزه در این. حتی آقای رئیسی هم در این حوزه آمده و رقابت میکنه، اینکه کی ذوق شده در ولایت فقیه هست و اینا. هیچ اصلا تو این مناظره ها یک دفعه هم بهش اشاره نشد. این معناش اینه که اونهایی که بر حقوق مردم ایران، بر حقوق شهروندی، بر حقوق انسان، بر حقوق ملی، بر حقوق طبیعت ایران ایستادند، اینها باید امیدوار باشند، باید سر همین حق بایستند تا جامعه سیر کند به این طرف. اینها به شما میگوید امروز تهران و شهرهای دیگر ایران. بله، سپاسگزارم. آقای سرکوهی، اجازه بفرمایید که همین پرسش را از شما هم بکنم، به این معنا که مشخصا این تناقض معنای ریاست جمهوری اسلامی، یعنی صرفا مجری فرمان رهبر بودن و سیاست های کلان همش تحت فرمان ایشون است و حکم حکومتی و غیره و غیره، و از طرف دیگر انتخابات عمومی در واقع به عنوان پیش شرط نظام دموکراتیک، این تناقض رو چگونه شما توضیح میدید؟ ببینید، این تناقض در قانون اساسی ما هست و در ساختار واقعی قدرت، یعنی یک نفر هستش که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه، البته از بین نامزدهایی که شورای نگهبان تاییدشون میکنه. یعنی توجه بکنیم که بخشی از گرایش های جامعه هیچ وقت اجازه پیدا نمیکنن که نامزد بشن، یعنی از حق شهروندی نامزد شدن و طرح برنامه هاشون محرومن. اما جدا از این مسئله، یک کسی هست که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه و چون رئیس جمهور است، در سراسر کشور هست، رأی بسیار بالایی میاره. بعد ما یک مقام ولایت فقیه داریم که حالا طبق بررسی های انجام شده، اگر هم رأی به او بدن، حدود 5-10% جامعه هستن، اما کسی که منتخب اکثریت جامعه هست نفر دوم هست و اون که منتخب یا منتخب هم شاید نشه بگی، به هر حال یک اقلیتی از او حمایت میکنن، او حرف اصلی رو میزنه. این یک تناقض است. از طرف دیگه رئیس جمهور مسئولیت اجرایی رو بر عهده داره، یعنی جامعه متحول میشه، مسائل جدیدی مطرح میشه، او باید خودش رو تطبیق بده. اما ما یک کسی داریم که ضمن اینکه میتونه به اصطلاح خط کلی سیاست امنیتی و خارجی رو تعیین میکنه، هیچ مسئولیتی هم نداره و پاسخگویی هیچ چیزی هم نیست، و از طرف دیگه جامعه متحول شده و در این حال بافت منافعی که گرد رئیس جمهور شکل میگیره با بافت منافعی که گرد نهادهای انتصابی و قوه قضاییه و نمیدونم سپاه و بیت رهبری شکل میگیره در با هم دیگه در تضادن. همه این تناقض ها سبب میشه که رؤسای جمهور معمولا در تقابل با رهبر به تدریج قرار بگیرن و البته کاری هم نمیتونن بکنن. از طرف دیگه اما جناهای مختلف حکومت در جمهوری اسلامی، یعنی جناح‌های حکومتی، در تمام این سال‌های گذشته سهمشون رو در قدرت با انتخابات تعیین می‌کنن، یعنی مردم رو در هر جناحی مردم رو دعوت می‌کنه و هر کسی که رأی بیشتری بیاره در قوه مجریه، نه در قوه قضاییه و نه در بیت رهبری و نه در مثلا نهادهای امنیتی، فقط در قوه مجریه سهم بیشتری رو می‌گیره. مردم هم اما به خاطر اینکه ناگزیر هستند بین اینها انتخاب کنن، طبیعتاً به برنامه‌های اینا نگاه می‌کنن و هر لایه یا قشری معمولاً به اون کسی رأی می‌ده که فکر میکنه بهتر میکنه وضع او رو. الان البته در جامعه وضعیت طوری است که طبقات ثروتمند رانتی و طبقه متوسط بهرمند از رانت ها چیزی رو که میخواد اندکی آزادی های اجتماعی بیشتر، ارتباط بهتر با دنیاست. در واقع یک زمانی اونا دموکراسی رو مطرح میکردن، اما حالا دیگه به تدریج خاص با شعار اعتدال منتفی شده. حتی اصلاح طلبان مذهبی که زمانی میگفتن ما دنبال مردم سالاری دینی هستیم و توسعه سیاسی، دیگه از این شعار دست برداشتن و در واقع به یک نوعی اون چیزی که بهش میگن اعتدال، یا اینکه جناح‌ها در حکومت باشن همدیگر حذف نکنن و اندکی به اصطلاح آزادی‌های اجتماعی بدن و ارتباط با دنیا. این ثروتمندان و طبقه متوسط رانتی اینها این رو میخوان. از طرف دیگه یک توده عظیم فقیر و محروم وجود داره که اینها خواسته هایی دارن که هم عدالت اجتماعی هست و هم این عدالت اجتماعی بدون دموکراسی واقعی تحقق پیدا نمیکنه. اینها هیچ نماینده ای ندارن. بنابراین جناها هر کدوم سعی میکنن به خودشون رو به یکی از اینها نزدیک بکنن و آرا اونا رو جلب بکنن. اما این که چرا مردم رای میدن، چون مردم تصور میکنن، این تصور رو دارن که تفاوت جزئی یا کلی بین این به اصطلاح جناهای مختلف بر زندگی عملی اونها، بر
زندگی روزمره اونا تاثیر داره. و البته همونطور که آقای بنی صدر گفتن، یک عامل مهمی وجود داره به نام ترس، و این ترس رو حکومت‌های اقتدارگرا معمولا این کار رو میکنن که ترس رو عمده میکنن برای مردم. همیشه یک کسی یا چیزی هست که او رو میترسونن، و مردم به خاطر اینکه به اصطلاح میترسن از اون واقعیتی که وحشتناک هم هست طبیعتا، مثلا اگر ما ادامه بدیم به سیاست غنی‌سازی یا نمیدونم غیر سرنوشت وحشتناکی رو دچار خواهیم شد، این ترس هم سبب میشه که به اصطلاح مردم در انتخابات شرکت کنن تا اون به اصطلاح چیز خیلی بدتر اتفاق نیفته. و این در مجموع میتونیم بگیم که هم این تناقضات سبب خواهد شد که، یعنی تناقضاتی که بین ریاست جمهوری و نهادهای انتصابی وجود داره و همیشه هم به وجود اومده، یعنی اگر نگاه کنیم همیشه رؤسای جمهور مسئله پیدا کردن با به اصطلاح این نهادها. و از طرف دیگه این وضعیتی که وجود داره که مردم رو هم میترسونن و در عین حال به خواسته های محدودی راضی میکنن. اما اتفاق بزرگی که تحولات جامعه رخ داده این است که به تدریج لایه های مختلف جامعه به تدریج بر منافع و خواسته های واقعی خودشون دارن آگاه میشن و سمت گیری میکنن به سمت خواسته های خودشون، یعنی اونایی که به اصطلاح میخوان این وضعیت باشه اما اندکی اصلاحات اندکی در او به اصطلاح آزادی های اجتماعی باشه میرن به طرف یک جناح، و کسانی که به اصطلاح خواهان عدالت اجتماعی و هیچ نماینده ای ندارن به تدریج یک پروسه بیگانگی با نظام رو تکان میدن. یعنی میفرمایید که جامعه دارد برای نخستین بار در واقع در طول این 38 سال گذشته قطبی میشه، مشخصا از نظر اجتماعی عرض میکنم، این از اون حالت پوپولیسم و هر حال شبه فاشیستی داره در میاد. منظورم اینه، ببینید جامعه ایران یک جامعه، حکومت ایران یک حکومت اقتدارگراست. اگر توجه بکنیم در دوره ای که آقای رفسنجانی رئیس جمهور شد، اون برنامه خصوصی سازی رو اجرا کرد، نارضایتی های لایه های فقیر رو برانگیخت، ریاست جمهوری او با چند شورش بزرگ در شهرهای بزرگ رخ داد. بعد آقای خاتمی اومد برنامه توسعه سیاسی و مردم سالاری دینی رو مطرح کرد که در چارچوب همین نظام جمهوری اسلامی اصلاحاتی بکنه. 8 سال او به اصطلاح رئیس جمهور شد با پشتیبانی عظیم لایه های گوناگون مردم، اما این برنامه ها بدان صورت که وعده داده شده بود تحقق پیدا نکرد. ببینید آقای سرکوی، برمیگردیم به این سوال شما رو میدم، همین به این موضوع برمیگردیم. اصولا میخوام ببینم که فقط آیا مردم با توجه به انتخابات فعلی نماینده های واقعی خودشون، حالا هر کسی باشه، کم کم منظورتون اینه که پیدا دارن میکنن این مشخص بشه؟ نه، ببینید این سخن وقتی گفت میتونیم، وقتی ما میتونیم این سخن رو بگیم که همه گرایش های گوناگون سیاسی جامعه اجازه داشته باشن در انتخابات شرکت کنن و برنامه های خودشون ارائه بدن. بخش عظیمی از مردم، یعنی لایه های فقیر و اون گرایش هایی که خواهان دموکراسی هستند، نماینده ای ندارن در انتخابات، چون شورای نگهبان اصولا به اونها اجازه نمیده. انتخابات در بین جناح های حکومتی هست، لذا اون بخش هایی که نمایندگی ندارن و بخش مهم مردم هستند، یعنی کسی نیست که صدای اونها رو منعکس بکنه، اینا در واقع یا شرکت نمی کنن در انتخابات، یا اینکه میرن یک کسی رو پیدا می کنن که حرفهای او نزدیک باشه به اینها. بنابراین ما نمیتونیم الان صحبت بکنیم که در ایران مردم و لایه های گوناگون جامعه صدای خودشون رو انتخاب میکنن، چون بخشی صدا ندارن. اما این رو باید گفتش که لایه های از جامعه صدای خودشون رو پیدا کردن، اینا اون لایه هایی هستن که خواستار به اصطلاح ادامه جمهوری اسلامی هستن با اندکی به اصطلاح اصلاحاتی که در چارچوب همین نظام باشه. بسیار خوب، اجازه بفرمایید حالا عرض کردم برمیگردیم به این بحث. ببینید توی این انتخابات، توی انتخابات 96، شاید برای نخستین بار مسئله رد صلاحیت اصلا منتفی شد. تا پیش از اینکه شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان مشخصا درباره رد یا عدم احراز صلاحیت صحبت کنه، رسما اعلان شده بود که تمامی داوطلبان رد صلاحیت شده می توانند از سوم تا ششم اردیبهشت ماه به تصمیم شورای نگهبان اعتراض کنند قانونا. بعد سخنگوی شورای نگهبان آمد این یه تکلیف هم روشن کرد. سخنگوی شورای نگهبان گفته در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اصلا رد صلاحیت نداریم، بلکه شورای نگهبان کسانی رو که واجد شرایط ریاست جمهوری هستند معرفی میکنه و نسبت به افراد دیگه اصلا نظری نمیده. برای همین قانونگذار فرصت اعتراض رو در نظر نگرفته و اعتراض رد صلاحیت شدگان هیچ تأثیری نداره. بله دیگه روشنه دیگه، میگن اصلا شما رد نشدین که حق اعتراض داشته باشین، این رد صلاحیت نیست، این عدم تأیید صلاحیت. به هر حال بهش میگن استدلال آخوندهای حکومتی تو حجره های خودش. آقای شعله سعدی، اعتراضتون به رد صلاحیتتون اگر در داخل ایران به جایی نرسید و نمیرسه،
ولی ایران عضوی از سازمان ملل، درست؟ چرا این اعتراض به مجامع بین المللی و به سازمان ملل مشخصاً مطرح نکردین؟ از بین همه رد صلاحیت شده ها تا آنجا که بنده اطلاع دارم فقط دکتر مهدی خزعلی این کارو کرد که نامه نوشت به دبیرکل سازمان ملل و اینها، قاعدتا با نامه های متعدد مشابه به دبیرکل سازمان ملل یا کمیسر حقوق بشر سازمان ملل مخصوصا توجه مجامع بین المللی به این موضوع جلب میشه، اینطور نیست؟ حتما. اجازه بدید اول من سلام کنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و شما و مهمانانتون و راجع به اون تناقضی که گفتید مختصر بگم. ببینید، انقلاب که شد آقای خمینی گفت که ما دموکراسی غربی را قبول نداریم زیرا ناقص است. یعنی چی؟ یعنی به ما وعده دموکراسی کاملتر از دموکراسی غربی داد و گفت که ما یک جمهوری میخوام درست کنیم مثل همه جای دنیا، ولی بعد اومد و در واقع کارش تمام شد و اعتماد مردم رو به دست آورد در قالب جمهوری اسلامی، در واقع ولایت رو گنجاند که اولش هم ولایت عادی فقیه بود، بعد از 10 سال رسما شد ولایت مطلقه فقیه و در قانون اساسی که مبانی جمهوری اسلامی رو ذکر کرده در اصل دوم اصلا بحثی از دموکراسی نیست، دقیقا عکس اون هست. یعنی میگه که حاکمیت اختصاص به خداوند داره، همینطور تشریع یعنی قانونگذاری مختص خداوند هست و مردم هم لازم است در مقابل امر خداوند که امر حکومت میشه تسلیم باشن. و حتی آقای خمینی در اون کتاب ولایت فقیهش صراحتا میگه که ما در نظام اسلامی اصلا قوه مقننه نداریم زیرا قانون همون است که توسط پیامبر ابلاغ شده. این در اصل دوم قانون اساسی هم تصریح شد، اما چون وعده دموکراسی داده بود آقای خمینی و شرایط جامعه به گونه‌ای بود که از ابتدا نمی‌تونستن بگن که ما دموکراسی را قبول نداریم، یک معجونی از موارد متضاد در قانون اساسی گنجونده شد، مثلا همین ولایت فقیه و یک تتمه جزئی از دموکراسی هم مونده بود، اون هم با تفسیر سال 70 شورای نگهبان راجع به نظارتش بر انتخابات که تفسیر مندرآوردی رو ارائه کرد و گفت که این نظارت نظارت استثبابی هست، این خلاصی زد به در واقع دموکراسی در ایران. البته حکومت آقای خامنه‌ای هیچ کس الان ادعا نمی کنه که نظام ایران نظام دموکراتیک هست، مقامات ایران همچه ادعایی ندارن، اینا میگن اسلامی هست و طبق موازین باید عمل کنه. اما راجع به این که گفتم بند صلاحیت نشده بلکه فقط 6 نفر رو احراز صلاحیت کردم، ببینید این در واقع عملا مفهومش یکیه، یعنی از 1636 نفر که ثبت نام کردن برای ریاست جمهوری 1630 نفرش رو فله‌ای رد کردم. یعنی در عمل چه فرق میکنه که بگم آقا شما رو احراز نکردیم صلاحیتتون رو یا اینکه رد کردیم؟ مگه فرقی داره؟ لذا این یک شگفت هست که میخوان انجام بدن و فریب بدن که میگن ما احراز فقط نکردیم، در حالی که در عمل نتیجهش با رد صلاحیت یکی است. اما راجع به این که چرا من شکایت هنوز نکردم، من به محض این که شورای نگهبان این 6 نفر رو اعلام کرد یک شکوائیه خطاب به خامنه‌ای به طور در واقع سرگشاده منتشر کردم و موارد متعددی رو خطاب به ایشون. اولا چرا به ایشون خطاب کردم؟ به خاطر اینکه ایشون رسما و قانونا مسئول هست، یعنی انتخابات که یکی از مصادیق واقعی و بارز سیاست های کلان نظام می باشد در چارچوب مسئولیت ایشون طبق اصل 110 قانون اساسی قرار می گیره و ضمن ایشون گفت که اگر کسی در مقابل آراء مردم به ایستد جلوش خواهد ایستاد. من سوال کردم که آقا این انتخابات 2 مرحله کلی داره، که ابتدایش که ثبت نام هست و تصمیم شورای نگهبان و دوم اعلان نتایج. آیا شما در مقابل کسانی که در مقابل اعلان نتایج انتخابات اگر اعتراض دارن می ایستید؟ متقابلا اگر شورای نگهبان صلاحیت افراد با صلاحیت و لایق رو هم رد کردن جلو شورای نگهبان هم می ایستید؟
و به هر حال از آن جهت که شورای نگهبان اعضاش 6 نفرش مستقیما توسط خامنه‌ای منصوب میشه و 6 نفرش غیر مستقیم توسط رئیس قوه قضاییه که ایشون نصب میکنه و به مجلس ارائه میشه انتخاب میشن، در نتیجه عملکرد اونها مسئولیتش تا حد زیادی متوجه خود آقای خامنه‌ای است، یعنی به عنوان سیاست‌های کلان نظام و به عنوان کسانی که منصوب خود ایشون هستن مستقیم یا غیر مستقیم مسلما نسبت به عملکرد اینها ایشون مسئولیت داره. و دلایل حقوقی دیگه ای که من 6-7 دلیل ذکر کردم که مخاطبم در این شکوائیه آقای خامنه‌ای قرار دادم. ببینید آقای شعله سعدی، عذر میخوام. ببینید روشن است، شما بهتر از بنده میدانید که در ایران کسی جواب شکایت شما رو نمیده و فقط این یک در واقع دادخواهی عمومی و ملی است که شما به عنوان سرگشاده، نامه سرگشاده، شکوه‌ای سرگشاده مطرح میکنید. سوال مشخص من این است، وقتی که در داخل حصار پاسخ ندادن به دادخواهی رد صلاحیت شده ها امکان ندارد که به جایی برسید، چرا شما شکوائیتون رو بین المللی نکردید؟ خب ببینید، من چون حقوقدان هستم باید مقررات داخلی رو رعایت کنم و بعد اگر نتیجه نگرفتم البته یک مراجع بین المللی هم در دسترس هست که من این کار رو خواهم کرد. ولی جالب است در همین شکواییه من ذکر که آقای خامنه‌ای میدونی که اخیراً اظهار شرمساری کرد از مشکلاتی که تو کشور هست، در حالی که ایشون یه وقتی از امیرکبیر تقدیر رو تحسین کرده بود. امیرکبیر تقریباً کمتر از 3 سال و 3 ماه صدارت داشته و آقای خامنه‌ای نزدیک 30 سال این مملکت در دستش و مدیریت داره میکنه، بعد از 30 سال حالا داره ابراز شرمساری میکنه از نحوه اداره این مملکت. من گفتم در اون نامه که 2 تا دلیل داره این شرمساری، یعنی عدم اداره خوب کشور 2 دلیل داره. یکیش ضعف سیستم، همین تناقض‌هایی که شما هم گفتید و مهمانان عزیز، و دوم کارگزاران ضعیف و فاسد. ببینید همین چند نفری که حالا به اصطلاح احراز صلاحیت شدن و اومدن در این صحنه‌ها برای تبلیغات، دیدی چجوری پته همدیگر رو آب ریختن. تازه اینا کسانی هستن که صلاحیتشون احراز شده. ببینید اینا که صلاحیتشون احراز میشه بعد از 4 سال یا 8 سال که میشن رئیس جمهور و دورشون میگذره، یا تبدیل میشن به خائن یا فتنه‌گر یا منحرف. ببینید اینا منتخبین شورای دیگر برمیگردیم به این موضوع. یه دکتر اضافه کنم، ببینید آقای خامنه‌ای میگن که ایشون انقلابی هستند و نه دیپلمات، در حالی که من تو اون نامه هم توضیح دادم اولا طبق قانون اساسی رهبر باید مدیر، مدبر، آگاه، شجاع و غیره باشه، یعنی دیپلمات باشه نه انقلابی. طبق موازین شرعی هم الائمه ساست العباد، یعنی باید سیاستمدار باشه. حافظ هم میگه که رند، حافظ میفرماد که رند، یادم رفته شعرش رو، رند خب حالا من میخوام یه وقت شما مثل آقای ولایتی نشین که یادش رفته بود. اجازه بفرمایید برمیگردیم به این بحث. آقای دکتر شعله سعدی، آقای خامنه‌ای چند بار علیه، یعنی این میخوام بگم که آقای خامنه‌ای در این انتخابات هم نه تنها بی موضع نبود، شاید هیچ وقت بی موضع نبوده است و مشخصا و صراحتا موضع گرفت. در این انتخابات هم علیه حسن روحانی موضع گرفت، دو بار تند، یک بار درباره تهدید جنگ و برجام و دیپلماسی دولت روحانی که اینی که الان میشنوین، یه تیکه فیلم اول بشنوین بعد صحبت آقای خامنه‌ای را خواهید شنید. این که الان میشنوین از روحانی مال پارساله. مهمترین اثر برجام این بود که سایه شوم تهدید از بالا سر ما رفع شد. پرونده ما رو به شورای امنیت برده بودن، اونم در فصل 7 برده بودن، 6 تا 7 تا قطعنامه علیه ما تصویب کرده بودن، تحریم های سخت و شدید، و هر زمانی ممکن بود کشور ما دچار یک آتش ناخواسته و جنگ ناخواسته بشه. این تهدید از سر مردم رفع شد. بله، بعد امسال 10 اردیبهشت 96، یعنی درست 20 روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری، خامنه ای میاد میگه اصلا این حرفایی که درباره نقش دولت روحانی در رسیدن به توافق برجام گفته شده پرته. این دشمن ها
به خاطر حضور مردم بوده است که نتوانستن تعرض کنن. گاهی میشنویم شنفتیم در گذشته بعضی ها گفتن که ما که آمدیم فرض کنید مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه جنگ رو از سر کشت. نه، این حرفا حرفای درستی نیست. از بنده بشنوید، اون چه که سایه جنگ را، سایه تعرض دشمن را در طول این سالهای متمادی از سر این کشور رفع کرده است، حضور مردم بوده. خب ببینین، این صحبت میگم اون قبلی مال یه سال پیش، این صحبت مال همین 20 روز قبل از انتخابات. بعد تو این 10-15 روز اخیر دوباره یه حمله انتخاباتی دیگه خامنه ای به روحانی میکنه در مورد سند آموزشی یونسکو، که این یکی مال 2 سال پیشه، که حالا درباره این سند بعداً برنامه جدا خواهیم گذاشت. موضوع محتوای این سند است. الان مهم وسیله شدن این سند است در واقع برای دست رهبر، برای زدن روحانی. کاری که خامنه ای کرد در رابطه با این سند انقدر تابلو بود که من فکر نمی‌کنم کسی نفهمیده باشه هدف رو. امضای سند مال سال 74، مال سال 94. این سند و ملحقاتش سال 95 فرستاده میشه واسه خامنه ای. حالا عدم انتخابات 96 رهبر معظم میاد یه جوری حرف میزنه که انگار بالکل خبر نداشته از این سند و امضای این سند توسعه سازمان ملل. سند 23 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا، اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده تسلیم اینها بشه. این که ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقا مجاز نیست. این ما اعلام هم کردیم به دستگاه های مسئول. اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا مبنا اسلام است، مبنا قرآن است. اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتوانه در اینجا اعمال نفوذ کنه. اینجور رابطه اعمال نفوذ دارن میکنن، متاسفانه از طرق مختلف وارد میشن، اما اینجور سند به ما بدن به طور رسمی که تا 15 سال دیگه باید شما اینجوری بکنید اینجوری بکنید، ما هم بگیم بله، معنی نداره این کار. بله، رهبر معظم، رهبر آزاده فرمودن خبر ندارم دیگه. همه هم گفتن عجب رهبر معظم رو دور زده روحانی و اینا. دروغ میگه خامنه‌ای، حتما دروغ میگه. ببینید این سند رو شما ببینید، نامه‌ای که بله، نامه معاون اول رئیس جمهور به رهبر معظم تاریخ 25 شهریور 95، اولین رونوشت سند 23 یونسکو در تاریخ 25 شهریور 95 برای رهبر معظم ارسال شده. اما رهبر پشت بلندگو میگوید که این سند از این سند بی اطلاعه. کی میگه؟ درست 10 روز قبل از انتخاباتشون اینجوری حمله میکنن به دولت مستقر. خب مستقر، معذرت. خب آیا حمایت صریح از رئیسی نیست؟ یک، قطعا هست. یعنی سال 84 آمد مستقیم گفت نظر احمدی نژاد به من نزدیکتر، این بار آمد گفت نظر روحانی از من دورتر. آقای دکتر بنی صدر، آیا این نمایش یا نشانه اختلاف است به طور جدی؟ اگر نشانه اختلاف، چشم اندازش چیه؟ امروز CNN هم یک گزارش کرده اینا نمایششون به قدر نمایان است و بی پرده که دیگه خبرنگار خارجی هم به محض اینکه وضعیت میبینه گزارش میکنه که نمایش هست. اون مناظره ها هم نمایش بود و خیلی هم جدی این نمایش انجام گرفت، به طوری که در همین نمایش نامه آخری، مناظره آخری، 118 مشکل اقتصادی کشور از زبان این نامزدها جاری شد و اینا مشکلات اصلی نیستن. ولی خود شما این دنیا شنید که و اینا خود مردم ایران هم شنیدن که این مشکلات وجود داره. حالا آقای خامنه امروز هم رفته که رأی بده، میگوین این خاتم انگشتر ایشون با نفش بوده.
رنگ آقای روحانی، بنابراین متناقض رفتاریشون. چرا اینجوره؟ به لحاظ اینکه اگر مهندسی نکنن انتخابات امروز رو، آقای رئیسی رئیس جمهور نمیشود. اطلاعات من دقیقه. اگر بشود یعنی مهندسی کردن، ولی بخوان مهندسی کنن ایشون باید قبلا یه موازی بگیره که او رو در موضعی قرار بده که بعد از مهندسی بتونه بگه که بعد من که روزی که رفتم رای دادم که خاتم انگشتانم دیدید که بنفش بود. خب و اگر نه این طرف برد، این طرف از پیش معلوم باشه که ارباب ایشونه. ببینید که رفتار ایشون هر دو طرف رو ملاحظه کرده، در نظر گرفته، عمل کرده و در این حال خود اون حضور ایشون بنابر سابقه از هر کسی این آقا حمایت کرده، مردم بسیج شدن رفتن مرزد او رای دادن، چنان که در انتخاب 88 اینجور شد، در انتخاب 78 اینجور شد که ایشون گفته بود که به رنگ عمامه توجه نکنن رای دهندگان، یعنی به ناطق نوری رای بدن، و مردم بسیج شدن رفتن به خاتمی رای دادن. در مورد 88 هم که دیدیم اون تقلب بزرگ انجام شد. حالا همینطوره، ایشون این حملاتی که با آقای روحانی کرده، بنابر اینکه آقای روحانی انصافا در این رؤسای جمهور با او سازگارتر از بقیه بوده، این میدونه که اون مردم عکسی عمل میکنن. پس بنابراین از این به این نکات که توجه بکنیم، میبینیم که آقای خامنه ای مثل یه بندباز داره بازی میکنه که اگر خب حالا دید که مهندسی جا ندارد و این آقای روحانی ادامه بده 8 سال بهتره، و این باید از پیش معلوم باشه که اربابشونه. اگر نه مهندسی لازمه، که به نظر من نمیرسه الان که داریم حرف میزنیم، با توجه به تهدیدهای خارجی و با توجه به موقعیت خود او و با توجه به این که گفتم تحولی که در جامعه ایرانی به یمن استقامت بر حقوق مردم ایران انجام گرفته، اینکه مردم ایران این نامزدها نمایندگی از اون مردم ندارن بدون تردید، اینکه اون گرایش های مختلف در جامعه نتونستن خودشون رو نماینده داشته باشند و عرضه کنند، این هم جای تردید نیست. با این همه مردم ایران در یک موقعیتی قرار گرفتن نسبت به این رژیم که این روز به روز آشکارتر است که این مردم با این نظام ولایت مطلقه فقیه سازگاری ندارند. آقای دکتر عذر میخوام، آیا اختلاف بین دیدگاه و روش، یعنی روش و منش هر دو، خامنه ای و رئیسی از یک طرف، با روحانی اصلاح طلب و اعتدالگراها هر اسمی رو خودشون میذارن، آیا این اختلاف وجود دارد و این اختلاف جدی است یا نه؟ اختلاف وجود داره بدون تردید بین آقای خامنه ای و آقای روحانی، به لحاظ اینکه این ناگزیر است، این مثلا تناقض اساسی است که در این قانون اساسی به وجود آورده. یک طرف یک ولایت مطلقه داره، به کسی پاسخگو نیست، یک طرف باید به مردم بپردازد، برای ها با مردم سر کار داره. حالا ولو هم اینا به عنوان قیم گفتن اینا برای شما بهتره، هر کدوم از اینا که ما تشخیص دادیم شما رأی بدید، با این حال این با مردم سر کار داره. پس این موضع و موقعش و فونکسیونش یا کارکردش این با آقای خامنه ای در تضاد است، خود این دو مقام در تضاد است، نتیجه اینکه با هم برخورد پیدا میکنن. یعنی اگر رئیسی هم بشه رئیس جمهور، باز این همین باشه همین کاسه، مگر اینکه اونجور که آقای رئیسی گفت که رئیس جمهور نوکر رهبر است، این آقای رئیس جمهوری این آقای رئیسی بگه خب من نوکرم، کاری هم به رأی مردم ندارم، کاری هم به اینکه مردم چه میخواهند ندارم. بله، در اون صورت بله این تناقض رفع میشه. بله، حالا یکی از سر جاشه.
یکی از پرسش‌هایی که بنده می‌خواستم ازتون بکنم و از دو مهمان بزرگوار دیگر هم خواهم کرد که رو شما پاسخ دادید. شما می‌فرمایید که می‌خواستم بپرسم که به نظر شما کدوم یکی از این دو نامزد ریاست جمهوری، روحانی و رئیسی، از نظر شما رئیس جمهور میشن که شما فرمودین روحانی اگر مهندسی نشود. بله، بسیار خوب. آقای سرکوهی، اون بحثی رو که شما شروع کردین نیمه کارمون، من میخوام مشخص‌تر پاسخ بفرمایید، زمان خیلی نداریم، خواهش میکنم فشرده تر. ببینید، افرادی هستن در جریان های سیاسی به ویژه اصلاح طلب در ایران که مطرح هم هستن، این افراد میگن، حتی اگر روحتما شما خوندین و شنیدین از این افراد، که حتی اگر روحانی خودش فرق کیفی با بقیه جریان های داخل هرم قدرت نداشته باشد، ولی برای آینده ایران حضور او مهمه به عنوان رئیس جمهور، چون میتونه در شرایط موجود حلقه واسط باشه برای رسیدن به آزادی‌های شهروندی، دست کم آزادی‌های شهروندی. من دیگه نقل نمی‌کنم مستقیم، خواهش می‌کنم نظرتون رو بفرمایید. من نخواست بگم که این بسیار مهم هست، این که این تصور رو تبلیغ کردن که آقای خامنه‌ای مخالف انتخاب روحانی است، به نظر من اتفاقا در همون دامی شما میفتین که اونها میخوان. واقعیت قضیه این است که در انتخابات گذشته اگر نگاه بکنید به نقش آقای ولایتی که نزدیکترین فرد هست به آقای خامنه‌ای نگاه بکنید، میبینید که به شدت زمینه رو فراهم میکرد که آقای روحانی برنده بشه. دلیلش این بود که مذاکرات رو شروع کرده بودن اینا، 9 ماه پیش مذاکرات برجام رو 9 ماه پیش از انتخابات شروع کرده بودن و میخواستن که از طریق رئیس جمهور او رو به پایان برسونن. در واقع شکستی که در برنامه غنی‌سازی خورده بودند رو حالا که میخوان آشتی به اصطلاح عقب نشین بکنن، این عقب نشین رو کس دیگری بکنه. و در این حال هم که توجه بکنیم به این که اینا با اول احمدی نژاد رو آقای خامنه‌ای بهش گفت شرکت نکن، بعد هم حتی شورای نگهبان اون رو رد کرد. یعنی در واقع تنها کسی که میتونست به اصطلاح یک موجی برانگیزه که موج پوپولیستی هست، نادرست است، به زیان کشور است، اما به هر حال میتونست برانگیزه رو حذف کردن. بنابراین با این قطعیت نمیشه گفتش که او نمیخواهد که آقای خامنه‌ای نمیخواهد که روحانی برنده بشه، به خصوص در شرایط کنونی کشور در وضعیتی هستش که آقای خامنه‌ای میخواد نمایش تثبیت بده، نمایش تداوم بده. شرایط جهانی الان بحرانی هست، تثبیت و تداوم و استمرار نظام برای او بسیار مهم است. اما نکته‌ای که گفتین که حقوق شهروندی و مسئله به اصطلاح روحانی یا رئیسی یا غیره، به یک نکته اساسی ما باید توجه بکنیم. انتخابات آزاد فقط یکیش این است که شورای نگهبان میشینه و یه در انتخاب میکنه، بقیه رو محروم میکنه. و جالب این است که در همین عده‌ای که انتخاب کرد، همین مناظرات نشون داد که شرط تقوا رو شورای نگهبان در نظر نگرفته. همه اونها یا اقرار کردن که کارهای غیر قانونی کردن و فساد کردن، یا همدیگر رو متهم کردن که خود اتهام زدن هم مخالف تقوا هستش. یعنی اگر شورای نگهبان می‌خواست درست عمل بکنه، باید همینا رو هم رد صلاحیت می‌کرد. بر موازین خودش منظورم اینه. اما یکی این که خود شورای نگهبان به اجازه انتخابات آزاد نمیده، دیگر اینکه انتخابات آزاد نیازمند آزادی احزاب است، آزادی رسانه است و آزادی همه صدا. اما این سخن که اگر فلان کس رئیس جمهور بشود به صلاح حقوق شهروندی بهتر تحقق پیدا می‌کنه، یا اگر اون یکی بشه مانعش میشه، ما باید به یک نکته اساسی توجه بکنیم و اون این هستش: همیشه به هر کسی رئیس جمهور بشه با مقام با رهبری در تضاد میفته، همون دلایلی که قبلا من گفتم، آقای بنی صدر گفتن. دوم این که اکنون در وضعیت کنونی که در ایران قرار داره، چگونه میتوان شرایط به اصطلاح گذار به دموکراسی رو فراهم کرد؟ بحث اصلی این هستش. این شرایط فراهم نمیشه مگر اینکه لایه‌های گوناگون جامعه بتوانند خودشون رو به طور مستقل سازماندهی بکنن. حالا حتی این سازماندهی مستقل مغایر این نیست که شما از این یا اون کاندیدا حمایت بکنین یا نکنین یا رأی بدین یا ندین. تا وقتی که در کسی دموکراسی رو، هیچ کسی یا آزادی رو، حقوق و شهروندی انشا نیست که یکی بنویسه به دیگران بده. هیچ کسی هم این کار رو نمیکنه، لزومی هم نداره این کار رو بکنه. حقوق شهروندی رو شهروندا خودشون میتونن به دست بیارن و این به دست آوردن در صورتی است که هر لایه‌های گوناگون جامعه هویت خودشون رو درک بکنن، نهادهای مستقل خودشون رو تشکیل بدن، خواسته های خودشون رو مطرح بکنن و بعد بتونن این خواسته ها رو به تدریج به حکومتی که نمیخواد این خواسته مثلا به اونا بده اون حقوق رو تحمیل بکنن. رفرم یعنی اینطور نیست که ما یک رئیس جمهور انتخاب بکنیم تا او بره رفرم بکنه به سود ما. با ساخت ایران اصلا همچی چیزی نمیده، اصلا واقعیت هم این نیست، منطقی هم نیست این کار. رفرم در صورتی ممکن هست که نهادهای گوناگون، لایه‌های گوناگون جامعه سازماندهی بکنن و رفرم‌هایی رو که میخوان به حکومت تحمیل بکنن، چون هیچ حکومتی در دنیا خودش داوطلبانه نمیآید این کار بکنه. یا مجبور بشه، یعنی دوره محمد خاتمی مجبور بکنن. دوره محمد خاتمی آیا رفرم از بالا بود یا تحمیل اصلاحات از پایین؟
نه از پایین بود. توجه بکنید که دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی که قبل از آقای خاتمی بود با شورش های بزرگ شهری پایان گرفت. یعنی من ایران بودم اون موقع، من در رفتم اسلام آباد دیدم، من چند قزوین رو دیدم، لایه های گوناگون جامعه دست زده بودن به آخرین حرکتی که میتونن بکنن، یعنی شورش شهری، یعنی سه روز چهار روز اسلام گرفته بودن شهر رو. حکومتی که با شورش های شهری روبرو میشه باید بشینه یه فکری بکنه به حال خودش، چون یا باید سپاه میفرستاد اینا رو سرکوب میکرد که در این صورت بدتر میشد، به شهرهای دیگه رسوخ میکرد، یا باید عقب نشینی میکرد. این یک نکته. نکته دوم این که مثلا اینها اون مقاومتی که مردم میکرد، شما توجه کنید مثلا کانون نویسندگان ایران در نظر بگیرید، از یک نهاد روشنفکری و مربوط به عده خاص نویسنده، خواستش یعنی آزادی بیان تبدیل شد به ناگهان به خواست بسیاری از لایه‌های شهری جامعه. این که لایه‌های شهری جامعه میان یک نهاد روشنفکری رو اینقدر مطرح میشود در بین اینا، این نشان دهنده نیاز اینها بود. یعنی اون چیزی که در زمان آقای خاتمی انجام شد، خود آقای خاتمی وقتی که مثلا این رأی که آورد، اون که هنوز رفرم انجام نداده بود که اون رأی بالا رو آورد، که اون رأی بالا رو مردم و لایه‌های گوناگون جامعه دادن و حکومت در مقابل این رأی بالا نتونست کاری بکنه. بسیار. اگر این رأی بالا نبود، آقای خاتمی همون کارهایی هم که کردم نمیتونست انجام بده. این واقعیت است که رفرم همیشه در همه دنیا تلفیقی است از فشار مردم و عقب نشینی حکومت. درود بر شما آقای سرکویی. مشخص سوال یکی دو کلمه ای، جواب یکی دو کلمه. کی فکر میکنی رئیس جمهور میشه، رئیسی یا روحانی؟ من بالا پیشگو نیستم، ولی اینجور که صحنه چیده شده آقای روحانی. بسیار خوب. آقای شعله سعدی، خواهش میکنم شما بفرمایید که کی فکر میکنی رئیس جمهور میشه، با چه معیاری، یعنی معیارتون چیه، دلیلتون چیه؟ خواهش. این دوره ریاست جمهوری فعلی اهمیتش از این جهت هست که آقای رئیسی قرار هست در آینده بشه رهبر، و اینکه تلاش میشه رئیسی رئیس جمهور بشه به خاطر اینه که یک جایی برای پرش به رهبری پیدا بکنه. اگر این قضیه رو بدونیم که آقای رفسنجانی رو کشتن یا اینکه نه خودش مرد، این هم میتونه یک عنصر مهمی در تحلیل ما باشه، چون اگر که مثلا آقای خامنه‌ای به هر دلیلی نمی بود و آقای رفسنجانی زنده بود، اون یک موقعیتی داشت که میتونست رهبر کشور بشه، و لذا به نظر میرسه این آقای رفسنجانی همینجوری شانسی و اتفاقی از بین نرفته باشه. لذا هم حکومت الان تلاشش این هست که یک کسی رو برای رهبری آینده داشته باشه، کما این که احمد خاتمی گفت که خود آقای خامنه‌ای گفته کسانی رو در آستین داشته باشید. آنچه الان من در صحنه‌های انتخابات امروز می‌بینم این است که رأی اکثریت قاطع متعلق به آقای روحانی است، و اما اینکه صندوق‌ها هم گاهی معجزه ممکنه بکنه، من تو شکوایی به آقای خامنه‌ای به این هم تذکر دادم حتی، و به نظر میرسه که الان حکومت دچار یک مشکل اساسی هست. یعنی اگر بخواد اونجوری که هدفش هست زمینه ای رو برای رهبری رئیسی فراهم کنه و از این راه گذر تلاش کنه تا رئیسی رئیس جمهور بشه، با رأیی که الان مردم دادن و خیلی خیلی آشکارا معلومی که اکثریت قاطع رأی به آقای روحانی دادن، خب این مستلزم دستکاری در صندوق ها هست که ممکنه حوادث سال 88 رو دوباره به وجود بیاره. اگر که حکومت بخواد از رأی اکثریت مردم تمکین کنه و دستکاری نکنه، در واقع یک شکست خیلی بد رو باید متحمل بشه و شاید کل برنامه‌هاش به هم بریزه. هرچند که آقای روحانی به هر حال ایده‌آل نیست، من البته از آقای روحانی اعلان حمایت هم کردم، اما ما ناچار بودیم از سببی که آقای احمد جنتی و چند تا از همکارانش و کسانی که به شورای نگهبان احتمالاً خط میدن، این از قربان اونها این 6 نفر اومدن، ما در بین اینها مجبور بودیم بالاخره آقای روحانی رو انتخاب کنیم. بعد آقای روحانی با اینکه با من دوست هست، ولی من انتقادهای جدی هم به ایشون داریم، و آقای روحانی ان شاءالله اگر که از صندوق بیرون بیاد در معجزه رخ نده، باید پاسخگوی این بدهی باشه که الان مردم به گردنش گذاشتن، چون آقای روحانی رو در واقع رأیش بیشتر رأی سلبی است و برای تداوم یک
مسیری هست که به هر حال در مقایسه با دوره احمدی نژاد شما میدونید یه بسیار خوب، یعنی میفرمایید که به هر حال رأی بین بد و بدتر است و به همین دلیل به روحانی رأی میدید. فرصتمون تموم شده آقای دکتر شعله سعدی، دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من یه پرسش دیگری از آقای دکتر بنی سعد دارم و اونم این است که ببینید رئیس جمهور قبلی یعنی همین آقای احمدی نژاد هم انتخابات رو تحریم میکنه و میگوید که به هیچ نامزدی رأی نمیدم. یعنی چی؟ یعنی خب تحریم انتخابات دیگه. ویدیوی ضبط کرده 24 اردیبهشت 96 گذاشته رو پایگاه اطلاع رسانیش. یک از نامزدهای موجود حمایت نکرده و نخواهم کرد. بله آقای دکتر، چرا همه رئیس جمهورا کم و بیش با رهبر نظام و با سیاست‌های او زاویه پیدا می‌کنن یا حذف میشن یا خودشونو کنار می‌کشن؟ خواهش می‌کنم. اون که چهره‌هاشو که توضیح دادم به لحاظ تضاد میان این دو مقام در قانون اساسی و در سازماندهی این رژیم. اما چرا اینجور می‌شود؟ به لحاظ اینکه اینها مثلا از آقای هاشمی رفسنجانی بعد خاتمی بعد احمدی نژاد همه همینطور شدن. خب یه حالا من که تا به علاحته داره به قول آقای محمدی گیلانی که حالا نیست هفت بار محکوم به اعدام شدم به لحاظی که جلوی اون آقای خمینی از حقوق انسان و دموکراسی سخن گفتم. اما اینا اون کار رو نکردن، با این حال این وضعیت پیدا کردن. چرا؟ به دلیل اینکه در این رژیم آقای خمینی یه دفعه این رو گفت یک سخن باید باشه و یک سر باید باشه. اینا به لحاظ اینکه رئیس جمهور شدن برای خودشون یک موقعیتی قائل می شود و بنابر اون موقعیت میخوان عمل کنن. مثل اینکه آقای خاتمی گفتگوی فرهنگ ها و شرکت در مجامع بین المللی به محضی که شروع کرد ممنوع شد خروجش از کشور. بعد کارش به اینجا رسید که ممنوع تصویر و ممنوع قلم و ممنوع شد. همینطور این آقای احمدی نژاد شروع کرد به سفرهای استانی و شهرستانی و موقعیت سازی. رژیم های استبدادی مطلقا ممکن نیست تحمل کنن کسانی که اعتبار در سطح جامعه پیدا کنن که این اعتبار مزاحمت احتمالی ایجاد کند برای مقام معظم رهبری مطلقه. این تمام رژیم های استبدادی اینطورن. این رژیم بیشتر از بقیه به جهت اینکه آقای رهبر لباس روحانی دارد. گفتن مرحوم شریعت مداری گفت این آقای خمینی آخوند ده. آخوند ده یعنی آخوندیست که آخوند دیگر رو تحمل نمی کنه. این آقای رهبر اینجوریه. بله. یه مقامیست که مقام اعتبار دیگری رو در هر سطحی باشه تحمل نمی کنه. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر، آقای دکتر قاسم شعله سعدی و آقای فرج سرکویی برای حضورتون در این برنامه صفحه آخر. بریم پرده آخر. عاطفی نمیشه فرستاد آدم بکشه که. قاضی گفتن زن نباشه. چرا؟ برای که گریه میکنم شل بکنم دست بکشه. شب و روزگار خوش.